اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دیشب عرض کردیم، نمیدونم کیا بودن، انسانو در گذشته تعریف میکردن علمای منطق. اینا چه کار نداریم، اینش مهم نیست. میگفتن انسان حیوان ناطق است. حرف درستیه. انسان یک موجوده حیوانه، یعنی جانداره. سایر حیوانات همه جان دارن. درخت جان نداره، حالا مثلا سنگ و در و دیوار جان ندارن، حیوانات جان دارن، انسان در شمار جانداران است. این اول. خب اون سایر جانداران فکر نمی کنن، نمیتون ریاضیات حل کنه. گفتن مثلا یه اسب بسیار هوشمند گیر آوردن، باهاش کار کردن، خیلی کار کردن، تونسته 2 رو به علاوه 3 جمع بزنه. همینجا دیگه. اما انسان مغزش کار میکنه، متفکر است، جاندار متفکر است. خب بقیهش چی؟ بقیهش رو باید خودش بسازه. انسان بقیه ساختمان وجودش رو باید خودش بسازه. اگر کارهای گرگی بکنن می شود حیوان ناطق، یعنی متفکر گرگ. یه بخشی جدید در تعریف وجودش پیدا میشه. حیوان ناطق گرگ. اگر آدم خجالت میکشه لفظ به کار ببره، سایر حیوانات میشه حیوان ناطق خوک، حیوان ناطق چی؟ باور کنید، باور کنید. خیلی میخواد پول جمع کنه و یه چیزی میشه آدم. اگر نقشه و کلک برای مردم میکشه، یه چیز دیگه ای میشه. این مرحله دومه، مرحله بخش سومه، مرحله سوم از وجود آدم. تا اینجاست این قابل معالجه است. آدم تا اینجا میرسه قابل معالجه است. حیوان ناطق گرگ، این قابل معالجه است. اگر به فکر بیفته، معمولا آدم به فکر نمیافته، ما هم به فکر نیستیم، آدم به فکر نمیافته، این فکر عیباشو نمی کنه. ممکن است ادامه پیدا کند، آدم رفتار چه می کنه؟ با رفتارش این بخش سوم وجود خودش رو خودش میسازه. اگه کار فرشتگان رو بکنن، کار فرشتگان این است که اگر کسی در مورد آدم یه خطایی کرد میگذره. این کار فرشتگان است. از مالش برای خاطر هم نوعش میگذره. این کار فرشتگان است. حالا لفظش عوض میکنیم، از پولش در راه دینش میگذره. بالاتر، از آبروش در راه دینش میگذره. برای کسان آبرو از جان مهمتره.
این در داستان امام حسین علیه السلام یه وقتای عرض کردیم اصحاب امام حسین هیچ چیزی دیگه براشون نموند، از همه چیزهای ممکنی که آدمیزاد داره اینا گذشتن. حرف اول بود از جونشون باید بگذرن، این حرف اول بود، این قدم اول بود از جونشون بگذرن. اون شب، شب عاشورا، وقتی که حضرت امام حسین فرمودن که فردا هیچ مردی دیگه در این خیمه ها نخواهد ماند، همه به شهادت میرسن، حضرت اینا رو بلد میگه. حضرت قاسم برخواست که آقا، چون فرموده بود مرد، من چی؟ دیگه اینا رو بلد این دیگه، هیچ کس اینجا جان سالم به در نمی برد جز حضرت زین العابدین، اون رو هم اعجاز الهی نگه داشت جان ایشان را. و مثلا که می دونید باز مثلا شمر آمد، این که یه جوان اینجاست که این چرا زنده نگه داشتیم بخوشید. حضرت زینب سلام الله علیها برای حفظ جان ایشون، و بعد عمر صد گفت نه، این خودش با این وضع خیلی وضعشون فجیع بود، میدونی که عمر مثلا عصایی به من برای من بیار، شمشیر برای من بیار، بلند شد افتاد زمین، امکانه این که رو پا بیسته اینقدر ضعف و ناتوانی برایشون بود. حالا کار ندارم، هیچ کس نمیمانه. این اول خب، اگر زن و بچه چون همراه بود، زن و بچه هم به باد فناست، اصلا نمیدونیم چی میشه، یعنی نمیدونستن چی میشه، اگه زن و بچه همراه داشتن نمیدونیم چی میشه. حداقل اسارت بود، حداقل اسارت بود. در اون دورهای اول، در عصر حضرت خلیفه اول، مخالفانشون رو، مردا رو قتل عام کردند، زن و بچه ها رو هم فروختن. اینجا همینه، این که نفروختن، ببینید اینا دخالت مرحمت الهیه، وگرنه یعنی بنابراین کسی امید زن و بچه نداره. اگه زن و بچه اینجا در رکاب حضرت حسین زن بچه ارده، امید کسی نداره که این زن بچه چی میشن. باید از اون کاملا بگذره، گذشتیم از زن بچه همونم گذشتیم. خب مال داریم دیگه، ما از کوفه آمدیم، اون بهترین آدم های عالم در کوفه بودن، بدترین آدم های عالم هم در کوفه بودن. شمر اهل کوفه است، خب حضرت حبیب هم اهل کوفه است، بهترین بدترین، حالا اون کار نداریم. خب این رو شاید شنیده باشین، حضرت حسین از عمر صد خواستن بیا وسط دو لشکر با هم صحبت کنی. حضرت حسین علیه السلام با علی اکبر تشی بردن، شاید چند نفر همراه بودن، اونم با پسرش اومد یا پسرش همراه نبود با غلامش اومد، مثلا شاید چند نفر همراه بودن، مثلا خیمه زدن امام حسین، مثلا تش بردن توی اون خیمه و عمر سعد. عمر سعد تو منو میشناسی؟ خب میشناسی دیگه، چطور شد آخه تو چطور تن میدی که به کشتن من تن میدی؟ چطور؟ کار نداریم. صحبت ادامه یافت، گفت آقا اگه من بیام به سوی شما، یک خونم رو خراب میکنن. یه رسمی بود اگر یه نفر از این ور رفت اون ور، خونش به دست رفته، همه اموالش مصادره شده، خب همه اموالم میره،
پس بنابراین کسانی که در لشکر امام حسینن اصلا هیچ کدوم امید نداره که زن و بچه خونه باقی هر چی داره به باد رفته. پس اموالش هم امید نداره، جانش، زن و بچهش، اموالش. بعدش چی؟ هر کس آمده تو لشکر امام حسین خارجیه. خارجی یعنی چی؟ یعنی بر امام زمانش خروج کرده است. اینو بفهمی. خارجی میگن نه که یعنی فرنگیه، نمیدونم مسیحی از دولت روم اومده. خارجی من الان میگیم خارجی معنا داره برای من. خارجی، خارجی یعنی کسی که خروج کرده است بر امام زمانش. دقت کنید، خروج کرده است بر امام زمانش. ما به اینا اولین بار به کسانی میگیم که در لشکر حضرت امیرالمومنین بودن، علیه امیرالمومنین قیام کردن. اینا خارجی بودن. خوارج میگیم دیگه. خوارج فردش یعنی مفرد کلمه میشه خارجی، جمعش میشه خوارج. خوارج اومدن جلو امیرالمومنین وایسادن، شمشیر تو روی امیرالمومنین. اینا کسانی هستند که به امام زمانشان علیهش قیام کردن. حالا اینا چی هن؟ اینا علیه امام زمانشون یزید بن معاویه قیام کردن. معناش اینه. خب پس بنابراین آبرو هم نیست. اگه اینجا کشته شدی، کشته شدی، به باد رفتی. زن بچه به باد رفتن، اموالت به باد رفتن، آبرو وجود نداره. مثال عرض میکردم، اون دوستمون گفتش که یه پسر مثلا 14-15 ساله بود، مال کوچه ما، همراه ما بود در اون عملیات، اومد به من گفتش که فردا کوچه‌مونو من به نام خودم میکنم. به نام تو نه، به نام من کوچه‌مون. شهدای ما اینجوری بود دیگه. یه جوان شهید مال کوچه ما بود، کوچه کوچیک ما. این عرضم حالا دو بار سه بار اینا خونهشون رو عوض کردن. خونهشون اینجا بود، اسمش اینجا بود، بعد هنوز اسمش هست نید. اونجا کسی جرأت نمیکنه بگه برادر من بود در لشکر امام حسین. برایش زحمت درست میکنه، آبرو می رود. هر کس در رکاب امام حسین کشته بشه آبروش هم رفته، جانش، مالش، ناموسش، آبرویش. اینه که اینا از همه برترند. ما شهدای بدر رو، خب شهید بودن در بدر، خیلی مهمه، بله خیلی مهمه، اما هم زن بچهشون سالم مانده، هم مالشون به باد نرفته، هم آبرومند شدن. بعدها مسلمان در جنگای بعد آرزوی مقامات آنها را داشتند. یه جوان اومد خدمت رسول خدا، یه مشت خورما تو دستش، مشتش بود. خب یا رسول الله، بین من و این که مثلا به بهشت بروم چقدر فاصله است؟ فرمودن که این خورما ها رو بریزی، بری مقابله کنه با این دشمن، کشته بشی. ای به این سادگیست، ریخت رفت. این اسمش هنوز هست، به آبرومندی. اونا اصلا امید نداشتن هیچی بماند، حتی نام. پیچ هیچ کس نیست که در آینده از ما یاد کنند، ذکر خیر کنند اصلا. حالا خدا یه چیز دیگه خواست، اون یه حرف بعدیست. مال این است که ما میدونیم امام حسین در این جنگ که همشون قتل عام شدن پیروز شده است. اون به دلیل پیروزی امام حسین است. اون یه جریان دیگریست، غیر طبیعی اتفاق افتاده است، خدا خواسته است. صفت گذشت صفتیست که این صفت رو فرشتگان هم ندارن. فرشتگان هم توانایی این کار رو ندارن. یعنی انسان یک کاری میکند که فرشته هم توانایی آن را ندارد.
ببینید همه بخش ساختمانه، بخش دوم ساختمان آدمی، بفرمایید بخش سوم ساخت آدمی، آدمی انسان جانداری است، صاحب عقل و هوش. مرحله این در خلقت اولیه همه دارن دیگه. هر کسی متولد میشه به صورت انسان، حالا مثلا اگر در حد از نظر هوشی متوسط باشه، حتی پایین‌تر از متوسط هم باشه، میتواند جمع و تفریق کنه دیگه، ریاضیات میتونه حل کنه. هیچ حیوانی نمیتونه ریاضیات حل کنه. انسان یک حیوان جاندار هوشمند است. بخشای بعدی، بخشای سوم و بعد بعدش همش به دست خودش ساخته میشه. یه فرمایشی توی روایات دارد، میفرمان که من لم یولد مرتین، کسی که دوبار متولد نشود. همه یه بار متولد شدیم دیگه. اگه بار دوم متولد شدی اهل ملکوتی، نشدی نیست. حالا این یک عبارته. عبارت دوم، این من به زبان خودم عرض کردم، اگر آدم بخش‌های بعدی وجود خودش را ساخت، اگر بخش‌های بعدی وجود خودش را ساخت، اونی که در طرح وجودش قرار داده شده بود به اون رسید، اگر نساخت نه. یه عبارتی از چهل حدیث امام آوردم خدمتتون بخونیم، ببینیم که ایشون میفرمان که در اوائل چهل حدیثه، میفرمان بعضی از مشایخ ما اطال الله عمره می فرمودن، مشایخ این اساتید، بعضی از اساتید ما که اینجا که می فرمون اطال الله عمره، یعنی خدا عمرش را دراز بکند، این معلوم میشه زمان حیات مرحوم آیت الله شاه‌آبادیه. حرفا جدیه، حالا اگر بنده نمیتونم رنگ و آبش بدم، شما باید همراه شما همراهی کنید. این حرفا بنده یکسان حرف میزنم، یعنی آهنگش عوض و بدل نمیشه، بالا پایین نمیره. مثلا فرض کنید که دوتا بیت شعر وسطش نمیتونم بخونم چون صدا ندارم، عرضشو ندارم. اما بس مهمه در حد تمام سرنوشت ما، تمام سرنوشت آینده ما. اهمیتش حالا مهم هست، اصلا سرنوشت مهمه. بعضی از مشایخ ما اطال الله عمره می فرمودند که عزم جوهره انسانیت و میزان امتیاز انسان است. جوهره انسانیت، نه این جوهره هست تو این کالبد، این جوهره هست این انسانه، نیست نیست. ساختمان قیافه، قیافه انسانه، اما به انسانیت نرسیده. این جوهره را آدم باید تحصیل کند. عرض دیشب و امشب این جوهره را تحصیل کند. میزان امتیاز انسان، ببینید جوهره انسانیت اگر هست انسان انسان است، اگر نیست نیست. میزان امتیاز انسان از حیوان به این جوهره است که میگیم. چی گفتیم اسمش چی بود؟ عزم. قوت اراده شما نشانه انسانیت شماست، قوت اراده. خب تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم اوست. اگر یکی انسان تر است، در انسانیت قوت بیشتری دارد، که این از اون جاهایی است که تا بی نهایت دادم راه داره. هر چقدر کار کنه می تواند انسان تر باشد. من فرشته گفتم چون لغت نداشتیم.
حالا و تفاوت درجات انسان ها با یکدیگر به تفاوت درجات عزم آنهاست. انسان و غیر انسان به عزم و انسان ها با انسان های دیگر به عزم، فرقشون بین. خب عزم از کجا شروع میشه؟ این شروع خیلی خوبیست، یعنی بیان بسیار خوبیست برای شروع. عزمی که مناسب با این مقام است، ما میخوایم شروع کنیم، از کجا شروع کنیم؟ بنابر چه بگذاریم؟ اراده چه چیز بکنیم؟ عزم چه چیز داشته باشیم که اون انسانیت تحصیل بشه؟ عزمی که مناسب با این مقام است عبارت از بناگذاری و تصمیم بر ترک معاصی. قدم اول عزم که من تمرینم رو از اونجا باید شروع کنم، تمرین انسانیت از اونجا شروع کنم، این است که تصمیم دارم برای اینکه دروغ نگم، دیگه دروغ نگم. یه نکته که باز این سخت‌تر میشه از اینی که عرض کردیم، سخت‌تر میشه. من اگر عزم ندارم، ببینید عزم دارم دروغ نگم، یه وقت دهنم یه دروغ پرید، اون حرف دیگه است، اون نمیخوام بگم. یهو از مثلا سر ترس هول کردم یه دروغ گفتم، یه حرف دیگه است. اما من عزم دارم یا ندارم؟ عزم دارم که دروغ نگم. یکی اصلا تو این فکر نیست. اگه فکر نیست، بخوام عرض کنم یه مشکله، مشکل اساسی آدم داره. من نمیتونم خدا رو قبول داشته باشم، من نمیتونم قیامت رو قبول داشته باشم، قصد و عزم جزم قطعی بر دروغ نگفتن نداشته باشم. نمیشه. من میدونم به آقا معتقدم یه روز منه که دروغ میگم داغم میکنن، ولش کن، مهم نیست. نمیشه. هر کسی میتواند این مسئله رو سهل بینگارد، منوشی در ایمانش خلله. اگه در ایمان آدم خلله، نمیدونیم اون لحظه آخر چطور میشه. من الان اینجا نشستم، شما اینجا تشریف دارید، هرچی فکر میکنم دقت کنید، هرچی فکر میکنم نمیتونم خودم راضی کنم، به صورت نامحرم نگاه کنم. باز عرض میکنم یه اشتباه پیش اومد، اشتباه نمیخوام بگیم، نمیتونم خودم راضی کنم به اینکه به نامحرم نگاه کنم. اگر طوریم نیست، شد نشد. من میشه در ایمان خلله. خلل اگر باشه خطرناکه. عزمی که مناسب با این مقام است عبارت از بناگذاری و تصمیم بر ترک معاصی و فعل واجبات. تصمیم دارم، هر کس ایمان داره این تصمیم رو داره، اقتضای ایمان آدم است، فرمان ایمان چنین است. نماز شد نمیشه، شد نشد نداره. من الان همه شماها جنرسین تصمیم دارید نمازتون رو همیشه ادا بخونید، نمازتون همیشه اول وقت بخونید، جوری دیگه. حالا شد نشد نمیشه، این با ایمان داشتن جمع نمیشه. بنابراین من عزم دارم، داریم راه آدمیت رو عرض میکنیم، راه آدمیت. من عزم دارم که هیچ گناهی نکنم، هر گناهی یه کار غیر انسانی است، هر گناهی یه کار غیر انسانی است. من باید
بخش انسانی وجودم را خودم بسازم. با گناه نمیشه. عزمی که مناسب با این مقام است عبارت از بناگذاری و تصمیمه بر ترک معاصی و فعل واجبات. این کمی سخت شد، بارش سخت بود. مثل من بدونین راحت باشین، قصه نداره، من چیز رو بلدم ولش میکنی. پاش باید وایسم، پاش باید وایسم. ببینید یادتون باشه اون ور عالم شوخی ندارن، اصلا شوخی وجود نداره. عمر عالم اصلا شوخی وجود نداره، هیچ. اینجا شوخی داریم. یه آقایی بود به نام آقای زمان رضاخان که میوردن، کسی معمم بود، اماش بر میداشتن، قبا رو از کمر قیچی میکردن، بردن حضرت، بردن بخشن، بردن کلانتری. ایشون قیافه شناس بود، قیافه شناس درجه یک بود. گفته بود از پس گوش اون افسره فهمیدم که این خیلی از شوخی و مطلق خوشش میاد. دو سه تا مطلق آبدار بارش کردن، این هم قه قه خندید و ما رو ول کرد. میشه در دولت رضاخان که شمر ابن زل جوشن است، از شمره میزل شدن بدتر هست، میشه شوخی کنیم از دستش در بشه. اونور هیچ شوخی نداره، هیچ شوخی نداره، قانون دقیق عمل میشه، قانون دقیق عمل میشه. من هم میگم خدا کن اینجوری نباشه. شما میگی خدا کن اینجوری نباشه، شوخی هم بگیرن، اما حالا چیکار کن؟ یه حاج آرزای دسفولی داشتیم، نمیدونم شاد رحمت الله علیه، ما رفتیم برای سر جنازش، خدا رحمتش کنه. بعد گفته بودن که ایشون به خواب اومده بود، گفته بود که وقتی حضرت ملک الموت اومد فرمود من میخواستم جون تو رو سخت بگیرم. ها چرا؟ خیلی آدم خوبی. یعنی واقعا اگه بگیم یه کاسب بود، از اول کسبش تا آخر عمرش دروغ نگفته بود، میشد آدم باور کنه این آدمو. خیلی آدم خوبی بود، خیلی درست بود، تاجر بود، اما خونش گچهای دیواراش ریخته بود. ما رفتیم خونش، رفته بودم من چندین بار رفته بودم، خیلی آدم خوبی بود، خیلی درست بود، اما چون دائم الوضو بودی طبق قانون دقیق تو بخون عمل میشه. بگذارم خیلی سخت‌تر شد. السلام علیکی آبا عبدالله و علی الارواح التي خلت به فنائک، علیکم منی سلام الله، علیکم منی سلام الله. با این حرفا که عرض کردیم قدر امام حسین آقا بدون، آخ امام حسین خیلیه، به یه قدر عشقش ممکن آدم بهشتی بشه. به یه سلامش، به یه سلام، هم سلام یه همینجا شما اینجا سلام میدیم امام حسین، یه زیارت محسوب بشه، زیارت بهشت برای آدم واجب کنه، میشه. اون حرف ها هست، این حرف هم هست. قدر بدونیم امام حسین رو، قدر بدونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت به فنائک، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله
آخر العهد من نیل زیارتكم، السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.